کهن‌دیارا، خاطرات فرح پهلوی، ملکه ایران. قسمت 56. لیلا آزمایش‌های لازم را انجام داد، با پزشکان متعدد مشورت کرد و چون علی‌رغم درمان خستگی و دردها ادامه داشت، به این نتیجه رسید که هیچ کس قادر به معالجه او نیست. بنابراین همانطور که معمولاً در این موارد پیش می آید، دوستان و آشنایانی پیدا کرد که به او استفاده از داروهای خواب‌آور و مسکن را توصیه می کردند. او خوب می دانست که این داروها زیان آور است، اما چون چاره ای نمی دید به مصرف آنها می پرداخت. هر روز با علم به این که با زندگی خود بازی می کند، کمی بیشتر مصرف می کرد. ما اطرافیان به این موضوع پی برده بودیم و بدون آنکه بتوانیم واقعا به او کمک کنیم، مطلب را به او گوش زد می کردیم. بارها شاهد بودم که برادرش علیرضا که به او بسیار نزدیک بود، با خشونت توأم با دلسوزی می گفت: ببین لیلا، اگه به این کار ادامه بدی می میری. علیرضا نیز مانند ما می‌خواست راهی برای نجات او از این دوره جهنمی بیابد. لیلا در جواب او می‌گفت که زندگی را دوست دارد و نمی‌خواهد بمیرد، که همه این داروهای مسکن به او کمک می‌کند که چند ساعتی این بیماری که او را از درون می‌فرساید فراموش کند. او معمولاً با علیرضا درد دل می‌کرد. آنها از بچگی دست همدیگر را می‌گرفتند و همواره پشتیبان یکدیگر بودند. به علیرضا تلفن میکرد و غالباً برای دیدن او به شهر بوستون میرفت. علیرضا میتوانست او را نصیحت کند و با او سختگیر باشد. محازا اندکی قبل از مرگش به پزشک خود گفته بود که از این پس نمیخواهد به سخن کسی جز پدر و برادرش رضا گوش دهد. پزشک به او گفته بود: ولی پدرت دیگر در میان ما نیست. من این مطلب را برای رضا تعریف کردم و او از آن پس تمام علاقه و عشق خود را به لیلا نمایان ساخت و به او اطمینان داد که به زودی تندرستی خود را باز خواهد یافت. این موضوع خشم لیلا را برانگیخت. او معتقد بود که پادشاه جوان که مورد احترام بسیار او بود، نمی بایست از مسائل مربوط به بیماری یا ناتوانی های او آگاه شود. من در روزهای قبل از مرگش در آمریکا بودم و لیلا با دوشیزه گلرخ که او را از روی مهربانی گوگل خطاب می کرد و از دوران کودکی با او بود، در پاریس به سر می برد. لیلا به من تلفن کرد و گفت که می خواهد به لندن برود. می خواهد تنها باشد و دیگر تحمل ندارد که دائما کسی به دنبال او باشد. این موضوع مرا نگران کرد، چون می دانستم که در انگلستان داروهای مسکن را آسانتر از فرانسه می توان به دست آورد. ما با پزشکان مشورت کردیم. آنها معتقد بودند که نباید او را به حال خود بگذاریم. ولی این بار در برابر پافشاری لیلا گفتند: خب، او واقعا نیاز به تنهایی دارد، بگذارید برود. چندی بعد لیلا از هتلی در لندن که معمولا در آنجا اقامت می کرد به من تلفن کرد. حالش خوب نبود. خود را بسیار فرسوده احساس می کرد و درد بسیار داشت. پزشک معالج او به من توصیه می‌کرد که زیاد به او تلفن نکنم، زیرا لیلا به او گفته بود از اینکه مدام تحت نظارت باشد به امان آمده است. اما این بار او بود که به من تلفن کرد. با هم صحبت کردیم. سعی کردم افسردگیش را تخفیف دهم. روز پنجشنبه بود. به او گفتم: لیلا، من پیش تو میایم. یک شنبه در لندن خواهم بود و با هم به پاریس خواهیم رفت. میخوای فعلا یکی از دوستان به دیدنت بیاید؟ چند نفر را نام بردم به این امید که یکی از آنها را خواهد پذیرفت. او در چند ماه آخر بسیار لاغر شده بود و نمیخواست کسی او را در این وضع ببیند. با وجود این، بلافاصله بعد از تلفن با خانم مسنی که از دوستان ما بود و به لیلا علاقه بسیار داشت تماس گرفتم و از او خواستم که مواظب لیلا باشد. قرار بر این شد که او به لیلا از تلفن من صحبتی نکند. آن خانم روز جمعه برای احوال پرسی به لیلا تلفن کرده بود و لیلا پذیرفته بود که همان روز به دیدنش برود. اما کمی بعد تصمیمش را عوض کرده و گفته بود: بهتر از فردا بیایی.
شنبه دوباره با آن خانم صحبت کردم و او تاکید کرد که از ترس اینکه مبادا لیلا ناراحت شود پافشاری نکرده است، اما مصمم است همان روز به دیدن او برود و اضافه کرد که لیلا گفته است اگه با مامان صحبت کردی بگو به من تلفن نکنه چون میخوام بخوابم. من همیشه از اینکه او را بیدار کنم ابا داشتم، چرا که میگفت من غرق خواب بودم، حالا مجبورم برای خوابیدن دوباره قرص مسکن بخورم. روز یک شنبه به محض رسیدن به پاریس به دوستم در لندن تلفن کردم. او هنوز موفق به دیدن لیلا نشده بود، زیرا وی قرار ملاقاتشان را عقب انداخته و بعد هم به تلفن‌های او جواب نداده بود. من که بسیار نگران شده بودم، فوراً با پزشکی در لندن که شماره تلفنش را داشتم تماس گرفتم و او در پاسخ به درخواست من گفت میتونم بعد از ظهر فرصتی پیدا کنم و برای دیدنش به هتل برم. در ساعتی که او میبایستی نزد لیلا باشد به هتل تلفن کردم. پزشک در آنجا بود ولی به او اجازه داخل شدن به اتاق را نمیدادند، زیرا دخترم علامت مزاحم نشوید را به در اتاق آویخته بود. من از دکتر خواستم پافشاری کند و او بالاخره توانست مدیر هتل را قانع کند. هنگامی که به سوی اتاق می رفت من پای تلفن با قلبی فشرده انتظار می کشیدم. در همین زمان فرحناز برای اطلاع از وضع خواهرش روی خط دیگری از آمریکا با من در تماس بود و من به او گفتم منتظر باشد، زیرا تا چند لحظه دیگر پزشک از اتاق لیلا بیرون خواهد آمد. ما حدود 10 دقیقه صبر کردیم و مأمور اطلاعات هتل به من می گفت آنها هنوز در طبقه بالا هستند، ما خبری نداریم. سرانجام صدای هیجان زده پزشک را شنیدم که می گفت متاسفم دخترتان درگذشته است. من که از درد و غم بهت زده شده بودم خبر را به فرهناز دادم و این خبر گریه و فریاد دختر بیچارم را موجب شد. من نمی توانستم فرهناز را آرام کنم. ناچار او را به همان حال رها کردم و با کامبیز آتابای که در نزدیکی نیویورک بود تماس گرفتم و از او خواستم فوراً نزد فرهناز برود. امکان نداشت او را در چنین وضعی تنها گذاشت. آنگاه خواستم رضا را مطلع کنم. آجودانش جواب داد که رضا در یک جلسه کنفرانس مطبوعاتی است. آجودان او را از مرگ خواهرش با اطلاع کرد. او خودداری نشان داد و فقط در پایان کنفرانس با چهره‌ای غم‌زده به روزنامه نویسان گفت که همکنون خبر مرگ خواهرش لیلا را دریافت کرده است. وقتی با علی رضا تماس گرفتم در حال رانندگی بود. از او خواستم کنار جاده متوقف شود. می ترسیدم در اثر ضربه روحی تصادف کند. همانطور که میل داشتم هنگام دادن این خبر کنار فرهناز باشم، دلم می خواست حالا نیز نزد علی رضا بودم. اما خوشبختانه علی رضا تنها نبود و دوستش سارا او را همراهی می کرد. من شهامت آن را نداشتم که خودم این خبر را به گوگل بدهم. بنابراین از خانم آتابای خواستم این کار را انجام دهد. لیلا همه کس او بود. مرگ لیلا تأثیر شدیدی در میان ایرانیان تبعیدی و ایرانیان داخل کشور برانگیخت. به من گفتند که همین که خبر مرگ لیلا در خیابان‌های تهران پخش شد، مردم برای گذاشتن شمع و گل در برابر میله‌های قصر به سوی نیاوران شتافتند. در همه شهرهایی که ایرانیان تبعیدی زندگی می‌کنند، مراسمی برپا شد. در لس آنجلس که تعداد ایرانیان بسیار است، هزاران نفر جمع شدند و بدین سان لیلا که همیشه از پراکنده شدن مردم ایران رنج می برد، با مرگ خود پیوند تازه‌ای میان آنها ایجاد کرد. در لندن عده زیادی از ایرانیان کالبد او را تا فرودگاه بدرقه کردند. خواستم که لیلا در پاریس و در کنار مادرم به خاک سپرده شود. بیش از 1000 نفر در مراسم تشییع حضور داشتند و چند روز پس از این اتفاق 7000 نامه حاکی از غم و دلداری به من رسید. از زمان این سوگ وحشتناک همه روزه پیام‌های محبت‌آمیز درباره لیلا به من می‌رسد و هر روز اشخاص ناشناسی بر سر خاک او می‌روند و نامه‌های محبت‌آمیز بر مزارش می‌گذارند. داغ مرگ فرزند را هرگز نمی‌توان فراموش کرد و من از 20 خرداد ماه 1380 تا به امروز در سوی لیلای کوچکم به سر می‌برم. من که می توانم با چند کلمه افسر سال خورده ای را دلداری دهم
من که قدرت دارم به جوانان ایرانی در تبعید امید دهم، من که به قول دیگران می توانم به جمع ایرانیان دور از وطن کمک کنم، نتوانستم دختر خودم را یاری دهم. این ناتوانی همه روزه مرا آزار می دهد و هر بامداد با آن فکر می کنم. امروز باید فرصت تلفن کردن به بچه هام، به نواهای کوچیکم رو پیدا کنم. قدری تأخیر در پاسخ به نامه ها و تلفن ها اشکالی نداره. روزی که از میزان کارها شکایت می کردم، لیلا به من گفت 40 سال عمرت را صرف دیگران کردی، اکنون حق داری به فرزندان، نوه ها و نزدیکان خود برسی. به زودی نور و ایمان دوران کودکی را ترک می گویند و به سن بلوغ خواهند رسید. چند ماه پیش وقتی شب هنگام برایشان قصه ای گفتم، نور با عصبانیت گفت مامان یا تو میگویی ما ایرانی هستیم، تو میگی ما شاهزاده هستیم، ولی ما حتی کشورمون رو نمیشناسیم. نشون دادن همه این عکس ها، تعریف کردن همه این داستان ها، وقتی نمیتونیم به کشور خودمون بریم چه فایده ای داره؟ شاید همین سخن بود که قدرت نوشتن این کتاب را در من به وجود آورد. بایستی به این دختر کوچک، به این دو دختر کوچک که از زندگی در دیار خود محرومند بگویم که چگونه به اینجا رسیدیم. به آنها بفهمانم که روزگار چه ستمی به عمه آنها لیلا کرده است و تاریخ چه بی‌عدالتی بزرگی به پدر بزرگشان که هر روز با نگاه با وقار و خاموش او در تصویر روی میز کار پدر خود مواجهند روا داشته است. به آنها بگویم که می توانند از اینکه نوه‌های او هستند و نیز از اینکه دختران مردی هستند که 23 سال زندگی خود را صرف مبارزه برای رهایی ایران کرده است به خود ببالند و سرانجام به آنها بگویم که باید به ایرانی بودن خود افتخار کنند.